برت مک‌گورک که نماینده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش در ملاقات و گفتگو با رهبران عراقی در خصوص آزادسازی موسل و ادامه کمک‌های آمریکا برای نابودی داعش بحث و تبادل نظر داشته است. آقای مک‌گورک که سپس از بغداد به اربیل رفته است میکوشد موضع گروه‌های سیاسی عراق را به هدف تمرکز بر عملیات موسل به هم نزدیک کند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش علی جوانمردی خبرنگار صدای آمریکا در عراق. برت مک‌گورک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش امروز صبح وارد اینجا اربیل شد. پس از دیدار کوتاهی که با مشاوران نظامی و فرماندهان آمریکایی داشت، با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. دیداری پشت درهای بسته، ولی یک مقام کرد که نخواست نامش فاش بشه به صدای آمریکا گفت که محور اصلی این بحث و گفتگوها مسئله آزادسازی موسل و مهمتر از اون توافق سیاسی برای اداری استان نینوا و موسل پس از آزاد شدن از دست داعش بوده. آقای برت مک‌گورک داره سعی میکنه که نظرها و دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی عراقی رو پیش از عملیات آزادسازی موسل به هم نزدیکتر بکنه و یک توافق سیاسی رو بین این گروه‌ها ایجاد بکنه که با هم همرأی نیستند. در دیدار دو روز گذشته آقای برت مک‌گورک در بغداد با رهبران سنی و حیدر عبادی هر کدوم دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. آقای اسامه نجیفی رئیس مجلس عراق، رئیس پیشین مجلس عراق و از رهبران کنونی سنی این کشور گفت که به آقای مک‌گورک گفتند که حاضر نیستند، سنی‌ها حاضر نیستند که اجازه بدند هشت شعبی یا بسیج نیروهای مردمی عراق، بسیج شیعه در عملیات آزادسازی موسل شرکت بکنه. این در حالیه که حیدر عبادی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا گفته بود که بسیج در عملیات آزادسازی موسل شرکت خواهد کرد و کردها هم البته دیدگاه های خودشون رو دارن. آقای مک‌گورک داره سعی میکنه که پیش از آغاز عملیات موسل گروه های سیاسی عراقی به یک توافق مشترک دست پیدا بکنن، عملیاتی که به مفهوم پایان داعش در کل عراق خواهد بود. ورود آقای برت مک‌گورک به اربیل در حالی هست که نیروهای عراقی صبح امروز عملیات گسترده‌ای رو در نزدیکی اینجا در جبهه موسل علیه پیکارجویان داعش شروع کردن. نیروهای عراقی گفتند که امروز موفق شدن سه روستا رو و همچنین پل شهر قیاره رو که اهمیت استراتژیک داره و دروازه جنوبی موسل محسوب میشه آزاد بکنند. در این عملیات که هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم شرکت داشتند به عنوان نیروی پشتیبان، ده ها پیکارجوی داعش کشته شده. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.